All things are one. All things never are one. All things are one. All things never are one. All things. Look at Scanner, 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 look at Scanner. نام جوان سانتیاگو بود. موقعی که با گله‌اش به جلوی کلیسای کهن و متروک رسید، هوا دیگر داشت تاریک می‌شد. مدت‌ها بود که سقف کلیسا فرو ریخته بود و انجیر مصری عظیمی درست در جایی سبز شده بود که پیش از آن انبار لباس‌ها و اشیای متبرک بود. تصمیم گرفت شب را همانجا بماند. صبر کرد تا تمام گوسفندها از دروازه ویران کلیسا وارد بشوند و بعد چند تخته را طوری گذاشت که نتوانند شب فرار کنند. در آن منطقه گرگ نبود، اما یک بار یکی از گوسفندها شبانه فرار کرده بود و تمام روز بعد را به جستجوی گوسفند گم شده گذرانده بود. زمین را با خرقه‌اش پوشاند و دراز کشید. به جای بالش کتابی را زیر سرش گذاشت که خواندنش را تازه تمام کرده بود. پیش از خواب به خودش یادآوری کرد که باید شروع به خواندن کتاب‌های ضخیم‌تری کند. هم خواندنشان بیشتر طول می‌کشید و هم شب‌ها بالش‌های راحت‌تری بودند. وقتی بیدار شد، هوا هنوز تاریک بود. به بالا نگاه کرد و ستاره‌ها را دید که از میان سقف نیمه ویران می‌درخشیدند. فکر کرد: آه، دلم می‌خواد یکم دیگه بخوابم. همان رویای هفته پیش را دیده بود و دوباره پیش از به پایان رسیدنش بیدار شده بود. برخاست. چوب دستش را برداشت و شروع کرد به بیدار کردن گوسفندانی که هنوز خواب بودند. متوجه شده بود که همزمان با بیدار شدن خودش بیشتر آن جانورها هم بیدار می‌شوند. انگار نیروی مرموزی بود که زندگی او را با زندگی آن گوسفندان که 2 سال بود همراهش زمین را در جستجوی آب و غذا زیر پا می‌گذاشتند پیوند می‌داد. آرام گفت: اونقدر به من عادت کردن که حتی برنامه زمانیمو هم می‌شناسن. لحظه‌ای تأمل کرد و فکر کرد که شاید هم برعکس، او به برنامه زمانی گوسفندها عادت کرده بود. اما چند گوسفند هم بودند که کمی بیشتر طول می‌کشید تا بیدار شوند. جوانک با چوب دستش یکی یکیشان را بیدار کرد و هر کدام را به اسم خواند. همیشه مطمئن بود که گوسفندها حرف‌هایش را می‌فهمند. به خاطر همین گاهی عادت داشت بخش‌های جالب کتاب را برایشان بخواند یا درباره انزوا و شادی زندگی چوپان‌ها در دشت صحبت کند یا آخرین خبرها را از شهرهای پشت سر گذاشته برایشان تعریف می‌کرد. اما از 2 روز پیش موضوع صحبتش فقط یک چیز بود: یک دختر جوان، دختر بازرگانی ساکن شهری که تا 4 روز دیگر به آن می‌رسید. فقط یک بار به آن شهر رفته بود، پارسال. بازرگان پارچه فروشی داشت و برای اجتناب از تقلب دوست داشت پشم گوسفندها را جلوی خودش بچینند. دوستی مغازه را به چوپان نشان داد و او هم گوسفندهایش را به آنجا برد. به بازرگان گفت: میخوام یک کمی پشم بفروشم. مغازه شلوغ بود و بازرگان از چوپان خواست تا عصر صبر کند. جوان در پیاده‌روی جلوی مغازه نشست و از خورجینش کتابی بیرون آورد. صدای زنانه‌ای در کنارش گفت: نمیدونستم چوپونام کتاب میخونن. دختری با چهره مشخص آندلوسی بود، با موهای سیاه و انبوه و چشمهایی که به گونه‌ای گنگ فاتحان مر کهن را به یاد می‌آورد. جوان پاسخ داد: چون از گوسفندا بیشتر یاد می‌گیرن تا از کتابا. 2 ساعتی با هم حرف زدند. دختر تعریف کرد که دختر بازرگان است و از زندگی در آن شهرک گفت که همه روزهایش شبیه به هم است. چوپان از دشت‌های آندلس گفت و از تازه‌ترین چیزهایی که در شهرهای سر راهش دیده بود. از اینکه مجبور نبود همیشه با گوسفندها صحبت کند، خوشحال بود. دخترک با لحن متکبرانه‌ای پرسید: خوندن را چطوری یاد گرفتی؟ جوان پاسخ داد: مثل همه مردم. تو مدرسه. پس اگه سواد داری چرا چوپونی؟ جوانک بهانه‌ای آورد تا به آن سوال جواب ندهد. مطمئن بود دخترک هیچ وقت نمی‌فهمد. به تعریف کردن داستان‌های سفرهایش ادامه داد و آن چشم‌های کوچک مور از شدت هیجان باز و بسته می‌شد. با گذشت زمان پسر جوان کم کم آرزو می‌کرد که آن روز هرگز به پایان نرسد و پدر دختر تا مدت‌ها گرفتار بماند و از او بخواهد تا 3 روز دیگر منتظر بماند. پی برد چیزی را احساس می‌کند که هرگز تجربه نکرده. میل به آن که برای همیشه در یک شهر بماند. با آن دختر موسیاه هیچ روزی به روزهای دیگر شبیه نمی‌بود. اما سرانجام بازرگان آمد و از او خواست پشم 4 گوسفند را بچیند. سپس مبلغ را پرداخت و از او خواست سال بعد هم بیاید. حالا تنها 4 روز مانده بود تا دوباره به همان شهرک برسد. هم هیجان زده بود و هم مردد. شاید دخترک دیگر او را از یاد برده بود، چون چوپانهای بسیاری برای فروختن پشم به آنجا می رفتند. به گوسفندهایش گفت مهم نیست، منم دخترای دیگه ای رو تو شهرهای دیگه می شناسم. اما ته دلش می دانست مهم است و چوپانها مثل دریانوردها و خرده‌فروش‌های دورگرد همواره شهری را می شناسند که در آن کسی زندگی می کند که می تواند کاری کند تا شادی تنها سفر کردن در جهان را از یاد ببرند. روز تابش گرفت و چوپان گوسفندها را به سوی خورشید راند. فکر کرد اینا هیچ وقت احتیاجی ندارن تصمیم بگیرن. شاید واسه همینه که همیشه پیش من میمونن. تنها ضرورتی که گوسفندان احساس میکردند آب و غذا بود. تا وقتی که چوپان جوان بهترین چراگاه‌های اندلس را میشناخت، همواره دوستش میماندند. حتی اگر همه روزها به هم شبیه و از ساعت‌های درازی تشکیل میشد که زمان بین طلوع و غروب خورشید را پر می‌کرد. حتی اگر در زندگی کوتاهشان هرگز یک کتاب هم نخوانده بودند و زبان آدم‌هایی را که از خبرهای تازه شهرها صحبت می‌کنند نمی‌فهمیدند. به آب و غذایشان راضی بودند و همین کافی بود. به جای آن سخاوتمندانه پشم، همراهی و هر از گاهی گوشتشان را به او تقدیم می‌کردند. جوان فکر کرد اگه امروز هیولا بشم و تصمیم بگیرم یکی یکیشونو بکشم، فقط موقعی میفهمن جریان از چه قراره که بیشتر گله از بین رفته، چون به من اعتماد کردن و دیگه یادشون رفته به غرایزشون اعتماد کنن، فقط به خاطر این که من میبرمشون طرف آب و غذا. جوانک کم کم از افکار خودش تعجب میکرد. شاید کلیسا با انجیر مصری که در آن رویده بود سایه سیاهی بر ذهنش افکنده بود. شاید همین باعث شده بود همان رویا را برای دومین بار ببیند و از همسفران همیشه وفادارش کینه‌ای به دل گرفت. خرقه‌اش را دور خودش پیچید. می‌دانست تا چند ساعت دیگر با رسیدن خورشید به سمت و رأس آسمان هوا چنان گرم می‌شود که نمی‌تواند گوسفندان را در دشت پیش براند. در این ساعت تابستان تمام مردم اسپانیا می‌خوابیدند. گرما تا شب ادامه می‌یافت و مجبور بود در تمام این مدت خرقه‌اش را هم حمل کند. اما هرگاه به فکر شکوه از وزن این بار می‌افتاد، یادش می‌آمد که به دلیل وجود همین خرقه سرمای صبحگاهی را احساس نکرده است. بعد فکر کرد همیشه باید برای تغییر آب و هوا آماده بود و با قدردانی سنگینی خرقه‌اش را پذیرفت. خرقه هم درست مانند آن جوان انگیزه‌ای برای وجود داشت. در این 2 سال که تمامی پهنه‌های اندلس را پیموده بود، دیگر با تمام وجودش تمام شهرهای آن منطقه را می‌شناخت و این بزرگترین دلیل زندگیش بود، سفر. نقشه کشیده بود این بار به دخترک بگوید چرا یک چوپان ساده خواندن بلد است. تا 16 سالگی در مدرسه الهیات درس خوانده بود. پدر و مادرش می‌خواستند او کشیش و مایه افتخار آن خانواده ساده روستایی بشود که مثل گوسفندها تنها برای آب و خوراک کار می‌کردند. لاتین، اسپانیایی و الهیات خوانده بود. اما از کودکی رؤیای شناختن جهان را در سر داشت و این برایش بسیار مهمتر از شناخت خدا یا گناهان انسانها بود. یک روز عصر که برای دیدن خانواده اش رفته بود، جرأت کرده بود و به پدرش گفته بود دوست ندارد کشیش شود. می‌خواست سفر کند.